بانوی کهنسال آمده تا برای زخمیان جنگ غزنی خون اهدا کند. او توانایی راه رفتن ندارد ولی مصر است تا خون اهدا کند. اما پزشکان به دلیل ناتوانی جسمیش از او خون نمی گیرند. زخمیان خدا شفای عاجل شفاخانه خود بتن و من هم یک قطعه آمدیم که هر قدر خون از من کار می شه و به دردشان می خورم و قیمت جان خدا حاضر هستون بر اولادای وطنیم. برای اولادای خودشون میتونن که اشتی اولاد و نواسا و چیز برای من دارن و به قیمت جان حاضر هستون برشان. شهروندان و ورزشکاران شهر کابل برای زخمیان جنگ غزنی این برنامه جمع‌آوری خون را برگزار کردند. باز محمد مبارز ورزشکار معروف نیز به این کمپاین پیوسته است و از تمام هموطنان می‌خواهد تا با اهدای خون زخمیان را مدد برسانند. پیام ما برای تمام هموطنان ما است که برای هموطنانشان که متضرر هستند دستگیری بکنند، کمک بکنند، حتی خونشان را بدن تا که برشان کمک شود. نثار احمد بهاوی از برگزار کنندگان این کمپاین میگوید که هر کدام از ما می توانیم جان یک هموطن زخمی من را نجات دهیم. اگر ما تلاش کنیم، من مطمئن هستم که ما روز شاید افغانستان آباد می باشیم. در 4 روز جنگ در شهر غزنی 100 نظامی و حدود 20 تا 30 غیر نظامی کشته شدند. طالبان اما در این جنگ نزدیک به 200 تن تلفات دادند. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.